ذوالفقار از یک جبهه مقاومت دیگر خبر داد. امیدواری تا محمد نور از نشست استانبول سرانجام به صلح دائمی خواهیم رسید. پاسخ قانونی به سروردانش: مسوده توافقنامه صلح را دقیق تر مطالعه کنید. بنام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام به یکی از دیگر ویدیوهای این چینل خوش آمدید. امیدواری تا محمد نور از نشست استانبول سرانجام به صلح دائمی خواهیم رسید. عطا محمد نور رهبر جمعیت اسلامی در پیام به مناسبت ماه روزه ابراز امیدواری کرده که به برکت ماه رمضان افغانستان در نشست استانبول به صلح دائمی دست پیدا کند. به گزارش اسپوتنیک، رهبر جمعیت اسلامی روز سه‌شنبه 24 مرز ضمن تبریکی فرا رسیدن ماه رمضان آرزو برده که افغانستان در نشست استانبول به صلح دائمی و پایان جنگ دست یابد. آقای نور افزوده، امید می رود که افغانستان در این ماه پرفیض با برگزاری نشست استانبول به صلح دائمی و پایان جنگ دست پیدا کند. با باور او، برگزاری این نشست تاریخی یک رویداد مهم در تاریخ کشور محسوب می شود که آرزو دارم پایان آن نیز بر دستاورد و به نفع مردم و کشور ما باشد. گفتنی است که نشست استانبول قرار است در اواخر ماه حمل در ترکیه برگزار شود. ذوالفقار امید در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: ایستادگی برای عدالت، دفاع از جان، عزت، ناموس و سرزمین حق مسلم ماست. آغاز برنامه های با مجربترین چیرکی های قومی قطعه 4/4 به خاطر برگرداندن غرور و عزت مردم، مبارزه علیه تبعیض و بیعدالتی و چگونگی تامین امنیت گردهمایی سراسری و بزرگ مدافعین هزارستان. سپاس از جناب جنرال صداقت که محل و میزبانی گردهمایی مدافعین که در روزهای آینده برگزار می شود را به دوش گرفتند. جبهه مقاومت 2، سه‌شنبه 24 عمل 1400، دایکندی. پاسخ قانونی به سروردانش: مسوده توافقنامه صلح را دقیق تر مطالعه کنید. یونس قانونی سروردانش را دعوت کرد تا مسوده توافق صلح را دقیق تر مطالعه کند. به گزارش اسپوتنیک، محمد یونس قانونی رئیس کمیته تهیه و تبیید مسوده طرح کمیته رهبری شورای مصالح ملی به انتقادات محمد سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری از توافقنامه صلح پاسخ داده است. قانونی روز سه‌شنبه 24 عمل در نشست در کابل صحبت میکرد گفت، با اشاره به انتقادات سروردانش گفت که توافقنامه صلح افغانستان را که کمیته بر ریاست او نهایی کرده است به درستی مطالعه نکرده است. او پرسید چرا دوستان ما زحمت یک بار مطالعه کردن این طرح را نمی دهد. محمد سروردانش در یادداشتی از طرح صلح که در کمیته تهیه و توحید مسوده طرح صلح کمیته رهبری شورای مصالح ملی بر ریاست قانونی تهیه و توحید شده است انتقاد کرده است. دانش گفته است که طرح رئیس جمهورگانی برای صلح مبهم جلوه داده شده است، به آن اهانت شده است. به گفته دانش، گزینه یعنی دولت انتقالی در طرح شورای مصالح ملی برای ایجاد نظام پارلمانی نظر یک جنا و حزب و نیز تلاش های برای تقسیم قدرت میان دو قوم است. نشست استانبول، غیبت طالبان به چی معناست؟ علی موسوی، تحلیل از خبرگزاری افق. نشست استانبول برای نخستین بار در چند دهه اخیر یک فرصت استثنایی را برای صلح در افغانستان به وجود می آورد. نشست استانبول می تواند به 40 سال جنگ در افغانستان پایان دهد. نشست استانبول بستر یک گفتگوی سازنده میان طرفهای متخاصم افغان برای رسیدن به یک توافق تاریخی و پایدار محسوب می شود. همه این موضوعگیری ها و بسیاری دیگر از مواردی که در اینجا ذکر نشده شاید درباره نشست استانبول راست باشد، اما یک سوال جدی همچنان به پاسخ مانده است: اگر طالبان نخواهند در آن شرکت کنند چه اتفاق میفتد؟ این همان چیزی است که به نظر میرسد عملا در حال وقوع است، زیرا طالبان اعلام کردند که این گروه برای اشتراک در نشست استانبول آمادگی ندارند. نعیم وردک سخنگوی طالبان این موضوع را تایید کرده است. برخی منابع دلیل این اقدام را عدم تطبیق کامل توافقات ها گفتند. یک منبع طالبان گفته است که هنوز مواد توافقنامه دوحه از جمله رهایی زندانیان و حذف نام سران این گروه از فهرست سیاسی سازمان ملل عملی نشده است. این در حال است که شورای مصالح ملی به نمایندگی از جنای جمهوریت طرح 16 سفیر را برای نشست استانبول آماده کرده که حکومت انتقالی هم بخش از آن است.
همچنین امریکا، قطر، ترکیه و سازمان ملل متحد هم اصولنامه نموده ای را به ایت دولت طالبان سپردند که در آن نیز حکومت انتقالی پیش بینی شده است. در این اصولنامه همچنین گفته شده که طالبان در اصول با اشتراک در نشست استانبول موافقت کردند، اما برای تصمیم گیری درباره طرح کاهش خشونت 3 روز فرصت خواستند. با توجه به آنکه رخدادها به نظر می رسد که طالبان به این نتیجه رسیدند که نشست استانبول نه ادامه روند قطر بلکه جایگزین آن است، این در حال است که هیئت مذاکره کننده طالبان حتی در گفتگوهای مستقیم خود با فرستادگان کابل نیز اعلام کرده بودند که مبنای حل اختلاف باید توافقنامه آن گروه با آمریکا و اصول فقه حنفی باشد. و این پیشرفت منجر به بروز بنبست طولانی میان دو طرف شد. این بدان معنا بود که هدف غایی طالبان از هر گونه گفتگوی صلح اعمال بالمنازعه تمام مفاد توافقات هست، نه کمتر و نه بیشتر. یکی دیگر از مسائل تحقق تعهد است که آمریکا به طالبان در توافقات تعداد است. آزادی زندانیان و حفظ نام سران آن گروه از فهرست تحریم های سازمان ملل مورد است. تصمیم آمریکا به عدم خروج کامل از افغانستان به تاریخ اول مایمی هم یکی از مفاد توافقات هست و این تصمیم تا به تنهایی شاید برای طالبان مشکل ایجاد نکند، اما حضور نظامی آمریکا و همپیمانانش در مسیر عملیاتی شدن دیگر تعهدات آمریکا به طالبان مشکلات جدی ایجاد میکند و این برای طالبان قابل تحمل نیست. حملات راکتی اخیر طالبان بر مراکز نظامی آمریکایی ها در میدان هوایی خوز و قندهار هم یک پیام روشن داشت و آن هم اینکه سرپیچی واشنگتن از تعهداتش در توافق دوحه هزینه خواهد داشت و طالبان آماده تحمیل این هزینه برای قوای آمریکایی هستند. مسئله آزادی دیگر 7000 زندانی دیگر طالبان است که گفته می شود از تعهدات خلیزاد به این گروه در چارچوب موافقتنامه قطر به حساب می آید. گرچه رهبران اصلی، فرماندهان کلیدی، قاچاقبران مواد مخدر، تروریست های خطرناک، طراحان ترور و در چارچوب 5000 زندانی طالبان از زندانهای دولتی آزاد شدند و امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری اخیرا ضمن انداختن مسئولیت این تصمیم به گردن لوی چرگه از آن به عنوان غلط ترین کار یاد کرد، اما خروج کامل قوای خارجی بسیار تعیین کننده است، مرحله که در آن طالبان برای اشغال مراکز شهری و توسعه سلطه سراسری خود آماده می شوند. با توجه به این مسائل طالبان نشست استانبول را به نفع خود نمی دانند و چه بسا با توجه به طرحهایی که سوی آمریکا و دولت افغانستان تدوین شده آن را خطر برای آینده سیاسی خود می دانند. بنابراین در شرایط کنونی بهترین گزینه از نظر رهبران آن گروه عدم شرکت در آن است تا نشان دهنده ای که نشان دهند که همچنان در موضوع قدرتند و تا زمانی که آنها اراده نکرده و به منافع مورد نظر خود دست نیافتند هر طرح صلح سرابی پیش نیست و به سرانجام نخواهد رسید.